خب دوستان توجه داشته باشین، میخوام در مورد قدرت اسیدها صحبت کنم. اسید قوی چیه؟ اسید ضعیف چیه؟ خصلت اسیدی چیه؟ دوستان توجه بفهمین، میخوام با سه تا شکل بهتون این موضوع رو توضیح بدم. ملاحظه بفرمایید، استیک اسید سه کو. خب ملاحظه بفرمایید، ما اگر 100 تا سایس کو داشته باشیم، 100 مول 100 تا استیک اسید داشته باشیم، تو ظرفی که حاوی استیک اسید هست تقریبا میشه گفت 90 و مثلا 90 و اینا به صورت مثال هستش که شما مطلب رو بهتر متوجه شین، یعنی اغراق آمیز هستن این اعداد. مثلا 96 تاش مثلا به صورت CH3COOH باقی میمونه و حدود 4 تا H مثبت داریم و 4 تا CH3COO منفی. اما اگر ما 100 تا حیف داشته باشیم، این میشه چی؟ حدود مثلا 90 و مثلا 90 تاش هاش افه، 10 تا اچ مثبت داریم و 10 تا چی؟ اف منفی. یون های اف منفی همینجوری دارن اینجا خوشحالی در میکنن و خوشحالن که به این صورت، و اچ های مثبت هم به همین صورت. خب کتاب درسی شما گفته اچ مثبت رو میتونید یه جاهایی اچ مثبت رو حواستون باشه، اچ مثبت رو اینو یه نکته همون هاش سه و مثبت در نظر، یعنی هیدرونیوم پروتون یا هیدرونیوم. تفکیک همه اسیدا رو ما میایم توی آب بررسی میکنیم. اچ آی یک اسیده بچه‌ها، تو محیط آبی میده چی؟ در حالت تعادل است با هاش سه او مثبت اور ای منفی. ای منفی هم مخفف چیه؟ آنیون زایده شده از اسید. اما میتونن از دو طرف آب رو فاکتور بگیرن، به این صورت نمایش بدن. اچ آ در حالت تعادل است با اچ مثبت به اضافه چی؟ ای منفی. یعنی پروتون رو از این به بعد همون هاش سه مثبت، هر جا هاش سه مثبت دیدی منظور همون چیه؟ پروتون. و اما اگه هاش سی ال داشته باشیم، هاش سی ال، ما 100 تا هاش سی ال داشته باشیم در یک ظرفی، حدود 99 تا، شاید هم مثلا 100 تا اچ مثبت داریم، 99 تا سی ال منفی داریم و یه دونه چی؟ هاش سی ال. خب کدوم یکی از اینا بیشتر تفکیک شدن؟ از این 100 تا 99 تاش تفکیک شد، از این 100 تا 90 تاش مثلا 10 تاش تفکیک شد، از این 4 تاش تفکیک شد. بس میتونی اینو خوب آویزه گوشت، هر چه اسید قوی تر یونشش، یعنی یون شدنش تو محیط آبی بیشتر و در نتیجه الکترولیتی که ایجاد میکنه قوی تر، یعنی لامپی که روشن میکنه رو چی؟ توی فصل محلول شیمی دهم خوندیم، فصل سه، که لامپ چی؟ پرنورتر. اما لامپی که هاش اف روشن میکنه خیلی کم نورتر از چیه؟ هاش سی اله. اما باز همین لامپ پر نورتر از لامپیه که استیک، محلول استیک اسید داخلشه. بس نمبر وان، هرچه اسید قوی تر تفکیک، یعنی یونش، یونیزه شدنش بیشتر و در نتیجه الکترولیت قوی تر و لامپ چی؟ پر نورتر. حالا هرچی این اسید قوی تر باشه، اگر ما فلزی داخلش بریزیم مثل منیزیم یا سدیم فرق میکنه، واکنش اون اسید قوی تر با فلز منیزیم خیلی بیشتره.
پس می نویسیم چی؟ سرعت متوسط چی؟ اسید با فلز HCl بیشتر از HF و HF بیشتر از چیه؟ CH3 کوه استیک اسید. خب حالا آقا سلامت، ما یه دسته‌بندی می‌خوایم واسه اسیدها ببینیم کیا قوی‌اند کیا ضعیفن. HCl O4 HCl O3 HBr HCl H2SO4 HNO3 بعد خدمت شما عرضم H3O مثبت HSO4 منفی که این آمپوتره، یعنی دو خصلت هم اچ مثبت میگیرم اچ مثبت از دست میده HF H2SO3 اینها اسیدهای قوی هستن. اسیدهای قوی یعنی اسیدهایی که کاملا تفکیک میشن، یعنی ثابت یونش که جلوتر توضیح میدن عدد بالاییه، عدد بزرگیه. دوستان توجه داشته باشید یه نکته بگم اینجا، در اسیدهای همشکل مثل چی؟ H2SO3 H2SO4 HNO2 نیترو اسید نیتریک اسید، سولفورو اسید سولفوریک اسید، در اسیدهای همشکل اگه نکته برمیداری یادت باشه، اسیدهایی که اکسیژن بیشتری دارن قدرت اسیدیشون چیه؟ بیشتره، یعنی کای اسیدیشون چیه؟ بیشتره، در نتیجه سرعت واکنششون با فلزات بیشتر، یعنی گاز هیدروژن بیشتری هم چیه؟ آزاد میشه. الان اینجا رو نگاه کنین، واکنش HCl بیشتر به این سمت، یعنی به صورت H مثبت چی میشه؟ Cl منفی. اگه آب رو بنویسم اینجا می‌نویسم H3O مثبت، اینجا میام H2 اضافه می‌کنم و کمتر به این سمت میاد. اما استیک اسید رو ملاحظه بفرمایید، CH3COOH واکنش تعادلی تره، یعنی همون میزان که میده همون میزانم بر میگرده، چون اسید ضعیفتریه میبینید، ولی شاید این سمت کمتر هم بره، میشه اچ مثبت و آنیونش که میشه استات یا اتانوات. نکته بعدی یه سوالی داده کتاب درسیتون تو قسمت با هم بیاندیشیم، تنهایی انگار نمیتونید بیاندیشید، با هم بیاندیشید. دوستان توجه داشته باشین، میگه گاز SO3 وقتی تو آب وارد میشه با H2 وارد میشه دیگه، چی میشه؟ میشه H2SO4 بعد دیگه چی رو داده؟ گفته کربن دیوکسید CO2 با H2 وارد میشه چی میشه؟ H2CO3 جمع میکنه دیگه، زیربنده رو با هم جمع میکنه، پتاسیم اکسید کادو او وقتی تو آب وارد میشه واکنشش با آب. دوستانی که میگن که واکنش ها رو سر کنکور ما میدن، اینها باید بدونی الان تو همین با هم بیاندیشیم، این میشه چی؟ دو تا کاوهاش. بس باز تو خب به طور کلی جمع‌بندی کنم، اکسید فلز در آب میده باز، اکسید نافلز در آب میده چی؟ اسید. اکسید نافلز مثل چی؟ CO2 CO3 SO3 اکسید نافلز. نافلزات هم که گروه 5 و 6 و 7 تو شیمی دهم توضیح دادم. خواهی یادت باشه؟ ببین فلز فلز ب آ ز ن آ فلز ا س ی د ای نافلزی میده اسیدی. اگه وقتی سر آزمونی کنکوری یادت رفت
بنشین. از طرفی اوهاش اگه به فلز وصل بشه مثل چی؟ ان آ اوهاش، کا اوهاش میشه باز. میبینید اکسید فلز و هیدروکسید فلز کلن مولد باز هست. اما اوهاش اگه به نافلز وصل باشه میشه چی؟ مثل چی؟ آر سی او اوهاش. ببینید اوهاش به کربن وصل میشه، کربن هم نافلزه، میشه اسیدی. خب میشه چی؟ اسیدی. چون اینو بعضا بچه ها میپرسن میگه آقا مگه تو نمیگه هرچی اوهاش چلاش باشه میشه باز؟ آره اوهاش اگه به فلز وصل باشه میشه باز، اوهاش اگه به کربن وصل باشه که خب میشه اصلا کربوکسیلیک اسیدی. در مورد ثابت تعادل یه مقدار صحبت کنیم. ثابت تعادل با کا نمایشش میدن که کتاب شما کای سی معرفیش کرده که با کای اسیدی یعنی کا زیروند ای کوچیک و کای بازی قاطی نشه. یه واکنش فرضی داریم ای به اضافه بی، بی در حالت تعادل است با سی سی به اضافه چی؟ دی دی. این گازه، این جامده، این مایه است، اینم چیه؟ ای کیوه. حتما یادتون باشه توی عبارت ثابت تعادل غلظت های تعادلی وارد میشن، نمبر 1، نمبر 2. مواد جامد و مایع چون غلظت براشون بیان نمیشه تو عبارت ثابت تعادل وارد نمیشن. چرا بیان نمیشه؟ مثلا شده بگن عجب آب غلیظی، آب چون ال هست تمامی ال ها مواد خالص تو عبارت ثابت تعادل وارد نمیشن، چون توی عبارت ثابت تعادل غلظت بس ال و اس وارد نمیشه، تعادلی یعنی هر غلظتی هم وارد نمیشه، یا غلظت قبل تعادل بعد تعادل نیست، غلظتی که دقیقا در حالت تعادله. توضیح میدم الان ببینید این دوتا تو عبارت ثابت تعادل وارد نمیشن، میشه غلظت تعادلی دی به توان ضریب مولیش به غلظت تعادلی ای به توان چی؟ ضریب مولیش. دوستان توجه داشته باشین مقدار، اول در مورد کای توضیح بدم. کا بهش میگن ثابت چی؟ تعادل. تابع چیه؟ دماس. بچه توجه داشته باشین درسته بهش میگن ثابت تعادل، اما یکای ثابتی نداره. چرا یکای ثابتی نداره؟ ببینید اگه اینا اسرائیل نبودن AQ یا گس بودن، وقتی تو عبارت ثابت تعادل وارد میشدن یکاش میشد چی؟ مول دو لیتر دو. اما اینجا رو نگاه کنید، الان این صورتت مول لیتر، مخرجم مول بر لیتر، خب اینا با هم چی میشن؟ ساده میشن. یعنی اینجا الان یکا نداره عبارت ثابت تعادل، بسته به این توان هاست. مثلا واکنش رو نگاه کنید، دو تا SO2 به اضافه O2 در حالت تعادل است با چی؟ دو تا SO3. یکای ثابت تعادل اینو بنویسیم، یکای ثابتی ندارد. کای C یا ثابت تعادل برابر است با غلظت SO3 در حالت تعادل به توان دو به غلظت O2 به توان یک و غلظت SO2 به توان دو. دوستان توجه داشته باشین تعادل چیه؟ ببینید یک واکنش فرضی، این واکنش دهنده است، این مقدار واکنش دهنده است و فراورده ها در ابتدای واکنش صفرن. یعنی در ابتدای واکنش فراوردت صفره، اینا حالا یه مقداری هستن، این A مول اینم B مول، به اینا میگیم چی؟ غلظت اولیه. بعد میشه تغییرات غلظت.
تغییرات غلظت این میشه منفی 2x، این میشه منفی x و این هم میشه مثبت x. و در نهایت چه غلظت تعادلی میشه؟ میشه آی منهای 2x بی منهای x، یعنی اولیه منهای چی؟ تغییراتشون، و به اضافه x، صفر به اضافه x هم کم میگه. برای فراوردان مقدار تعادلی همون تغییرات مقادیره. برای واکنش دهنده ها مقدار اولیه منهای مقادیر مصرف شده، پس تغییرات مقادیر برای واکنش دهنده میشه مصرفی، از بین رفته، تجزیه شده، تولید شده، ادبیات تراز تجزیه شده، ناپدید شده. و برای فراورده ها میشه چی؟ تولید شده. ملاحظه بفهمه، میگه یه جدول تعادلی داریم، ملاحظه بفهمید، گونه گونه H2 I2 HI، اولیه مقادیر اولیه